په دې ورستوي کې د طالبانو پر ضد هوایی بریدونه زیات کړي دي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د دې ډلې پر ضد عملیاتو ته البته هوایی عملیاتو ته ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي په ارګ کې له افغان ولسمشر غني سره هم لیدلی دي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د لومړیتوبونو په اړه باندې ورسره بحث او خبرې کړي دي. السلام علیکم ریم خان شیدان د کابل نیوز ډیالوګ خبرونه ته هرکلی کوم. غواړم نن د همدې موضوع په اړه باندې بحث وکړو. په بحث کې را سره په سعودي عربستان کې پخوانی افغان سفیر سید کریم جلال را سره دی. جلال صاحب تاسو هرکلی وایو، ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکړي. څه فکر کوئ د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر دا څرګندونې په څه معنا دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به بینندگان تلویزیون کابل نیوز. اولا 20 سال ما بمباری ها داشتیم، قواهای خارجی در افغانستان بود، قواهای دولت افغانستان بود و جنگ در افغانستان هیچ فایده نکرد. ما میبینیم که هنوز هم جنگ به شدت روان دارد و با وجود دی که تهدیدات دولت در مسئله جنگ زیاد شده میره و دولت کوشش کرده میره که مملکت های همسایه افغانستان همچنان قناعت بدن که در این جنگ افغانستان از دولت حمایت کنن و از میلیشیا سازی دولت حمایت کنن و به میلیشیاهایی که دولت سلامیتن از اونا به نام های مختلف حمایت کنن. اما ما به این نتیجه رسیدیم و جامعه جهانی همچنان به این نتیجه رسیده که جنگ در افغانستان قطعا فایده نداره و جنگ در افغانستان یک مملکت با ثبات و با امنیت آوردن نمیتونه و جنگ نمیتونه و کمک های نظامی نمیتونه که این دولت افغانستان در بپای جلال صاحب پر دې باندې ټول پوهیږي او عام افغانان هم همدغه وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، خو دغه اوس چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر دا څرګندونې کړې دي په داسې حال کې چې ځواکونه یې هم له افغانستان څخه وځي او له طالبانو سره توافقنامه هم لري، څه معنا لرلی سي دغه اقدام یې او دغه څرګندونې؟ من شخصا فکر کنم که حتی ایالات متحده امریکا با وجود از اینکه دستگاه های استخبارات امریکا پیش بینی زیر کده بودند که پیشروی عسکری طالبان شود، اما توقع نداشتند که به این سرعت پیشروی طالبان به این سرعت صورت بگیره و همچنان توقع زیر نداشتند که در بسیار ولایات خود قواهای نظامی افغانستان تسلیم شوند و بالخصوص 7-8 سرحد افغانستان به بسیار یک وقت کم یعنی به دست طالبا بفته. با وجود که شاید افغان داشته باشه که ای گرفتن بعد ولسوالی ها یا سرحدا موقت باشه و یا ای که شاید دوام پیدا کنه، اما از نگاه نظر سیاسی شاید به یک چند وقت برای حکومت جناب رئیس خوشایند باشه که قواهای امریکا از نگاه هوایی حمایت میکنه، اما 20 سال حمایت کامل قواهای امریکایی و زمینی ناتو و امریکا بود اما نتیجه عسکری ما دیده نتونستیم. بله، او څه فکر کوئ د طالبان دا وروستۍ جګړه د دې لامل نه سوله چې امریکا دا ډول یو اقدام وکړي؟ که چیرې طالبان جګړې ته زور نه وي ورکړی، ډېری کسان په دې باور باندې دي چې ممکن هم د سولې خبرې چټک سوي وای او هم یې اغېز درلودلی وای او هم امریکا ته د دې ډول یو اقدام کولو چانس یا موقع په لاس نه وي ورغلی. څنګه؟ من شخصا فکر کنم که طالبات به این عملات جواب نخواد بتن و اونا نمیخواهند که مشکلات با امریکا اضافه تر شود و پای امریکا دوباره به اسباب مختلف عسکری در افغانستان دوباره بیاید. فمن فکر کنم که یعنی جنگ به می ترتیبی که ادامه داره بین دولت افغانستان و بین طالبات به می عین ترتیب شاید پیش بره و همچنان ما شما دیدیم که چند روز قبل در روم کنفرانس وجود داشت و همه مملکت هایی که در کنفرانس اشتراک کردن به این نتیجه رسیدن که یگانه راه حل تشکیل یک حکومت موقت است و که افغانستان به یک مرحله دوم ببره بدون ریاست جناب رئیس به جمهور یک حکومت بی‌طرف. پر دغه باندې به باز کو جلال صاحب چې امریکا څه غواړي، اروپایي ټولنه څه غواړي او همدې ته ورته نړیوال سازمانونه څه غواړي، د اوس لپاره پوښتنه دا ده چې که طالبان که څه هم تاسو وایاست دا نه غواړي چې امریکا
برته بیا افغانستان تراسی او په افغانستان کې عسكر ولري او د طالبان پر ضد باندې عملیات ولري خو همدغه څه د دوی جګړه بل اخره د دې لامل نسی کېدلی چې امریکا ته به دا بهنه په لاس باندې ورته ورکړي چې دوی برته خپل عسكر راولي لکه دا اوس چې وایي چې موږ عملیات کوو او وایي بریدونه طالبان پر ضد باندې کوو د دې امکان څه کې نسته نه فکر نکنم من فکر نکنم که حالا دو اندازه خطرناک باشه که امریکا با تمام امکانات خود یعنی دوباره مداخله کنه نه قطعا امکان نداره فعلا و ما فکر کنم که فعلا جامعه جهانی همیشان فقط یگانه رایی که فکر میکنن که بالای دولت افغانستان و بالای طالبا فشار بیارن که مذاکرات صلح بشه و به طور عاجل شروع شوه و در سطح بسیار بلند که نتیجه خوبتر بده و تاسو د روم د غونډې یادونه وکړه چې هلته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونه او نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې دواړه لوري دي د یو مکتب حکومت د جوړولو باندې هوکړه سره وکړي هلته هغه څرګندونه د موقت حکومت او دلته د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو کول دي څه فکر کوئ دا دواړه څرګندونې یا دا دواړه غوښتنې یې یا دا دواړه اقدامات یې سر په ټکر کې نه دي او که دي ولې څه فکر کوئ اگر ما شما ببینیم که در مدت دو سال گذشته همچنان مذاکرات بین طالبان و دولت امریکا وجود داشت و در عین وقت جنگ هم وجود داشت فما عملات هوایی یعنی همیشه وجود داشت و ما یعنی قدر تغییرات بسیار بزرگ در زمین ندیدیم با وجود دی عملات هوایی با وجود دی امکانات عسکری که به دولت افغانستان داده شده بود تغییرات عسکری در زمین در وقتهای دی چند وقت گذشته به طرف طالبان بوده شاید موقت باشه شاید ادامه پیدا کنه اما باز هم میگیم که رای حل جنگ نیست رای حل صلح است اما یک صلح با عزت صلحی که نه به ترتیبی که دولت افغانستان او را پیشنهاد میکنه نه صلحی که هم جامعه جهانی سر ذوق قناعت داره هم مردم افغانستان سر ذوق قناعت داره و همچنان همسایه های افغانستان هم به او قناعت داره بله تاسی دغه به حالات ساری څه فکر کوی قسم تاسی وایس چې جنگ د حل لار نه ده جنگ څوک یو د اصول پر وړاندې خند کم لوري جوړي څه فکر کوی ببینین اگر ما شما تحلیل کنیم بله. ما شما میبینیم که یک فرق وجود داره بین بعض بزرگایی که در دولت افغانستان هستن و مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان و جامعه جهانی و همسایه های افغانستان میگن که یگانه رای حل حکومت موقت است و یک صلح با عزت است نه پر آقا بنی باز کو جلال صاحب بله بله پر آقا بنی باز کو در موقت حکومت پر بنی از ما اساسی مشخص پشتنه دعوه تاسو ویل جنگ ده حل لاره نه ده جنگ وس کم لوری کی طالبان او که افغان حکومت د سولې پر وړاندې چې خنډ دی کم لوری دا که مشخص وایست هر دو طرف فعلا هر دو طرف در جنگ اشتراک دارن دولت افغانستان صلح واقعی همچنان نمیطلبه و طالبا هم وقتی که میبینه که دولت صلح نمیطلبه با فشار عسکری میخوان که دولت قانع کنه و دولت مجبور کنه به صلح یعنی اساس د خبرو څخه داسې معلومیږي چې طالبان اصلي سوله غواړي جګړه نه غواړي خو دا چې حکومت یې پر وړاندې خنډ کیږي طالبان مجبوریږي چې پر ضد یې جګړه زیاته کړي او عسکري عملیات ستاسو په وینا باندې زیات کړي هدف همدغه دی ما شما میبینیم که جناب رئیس به جمهور اعلان کردن که ما قطعا قابل آماده نیستم که یک حکومت موقت قبول کنم بغیر از انتخابات و طالبان میگه که ما انتخابات تحت یک حکومت که در تقلب اتهام شده قبول نداریم پس ما شما میبینیم که مشکلات ما شما در کجا هست مشکلات ما شما در دولت افغانستان فعلا ایسته که ما میگه که ما قبول نداریم که حکومت موقت که جامعه جهانی قبول کرده و مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان هم را قبول کرده و در همچنان طالبان میگه که ما به این ترتیب که جناب رئیس جمهور با وجود این رئیس جمهور و با وجود دی دولت ما قبول نداریم صلح را پس ما شما دیدن میتونیم که کی مانع اساسی صلح فعلا در وقت حاضر می باشد در کنفرانس مسکو و یک هفته قبل اعلان رسمی شد که آماده یک حکومت موقت هستیم به شرط که این حکومت نباشد سی کتان تاسی مخکم یادوانو وکرل چی دیرای اپوانان اپوان سیاستوال او هم دارنگ امریکا و اروپایی وادون نریوال سازمانون گواندی وادون دا د موقت حکومت غوښتنه کوي خو پر وړاندې افغان حکومت یو ډول خنډ دی او وایي چې موږ به واک له انتخاباتو له لارې انتقالو طالبانو ته موقت حکومت د منلو وړ دی مني
میبخشه نشونیدم. مول طالبان ته د موقت حکومت د منلو ور دی، طالبان موقت حکومت غواړي، په دې راضی دي چې موقت اداره را منسسي. بله بله، ما شما اعلان رسمی یعنی حالو شنیدیم که اونا آماده تغییر هستن، آماده آتش بست هستن، آماده ادی هستن که حکومت که داش تغییر باشه. اونا جلال صاحب دلته یو څه د موضوع لږ ګونګده، د طالبانو څخه چې تر دې مهاله پورې پوښتل سوي دي، د دوی له مشرانو څخه، د دوی له ویاندویانو څخه، دوی وایي چې موږ په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړو. د اسلامي نظام دغه معلوم نه دی چې څه ډول اسلامي نظام، موقت امارات، جمهوریات، دیت ورته شاهی نظام، خلافات یا بل څه، دا لا معلومه نه ده، واضح سوی نه ده. که تاسو مشخص وایست د طالبانو د کم مشر لخوا څخه دا ویل سوي دي چې موږ په افغانستان کې د موقت ادارې سره موافق او غواړو چې یو موقت اداره رامنځته سي؟ ببینید، شما در کنفرانس ماسکو میره اعلام کردن و همچنان چند روز قبل هم اعلام کردن. منتها ما شما میگیم که چی جمهوریت باشه، چی امارت باشه، چی هر نوع شکل مختلف زیرا در مذاکرات مستقیم بین هر دو اطراف باید اتفاق شود. مشکلات ما شما اساسی چی هست؟ مشکلات اساسی ما ایست که اضافه شدن بحران و وجود بحران به نفع فقط یک تعداد اشخاص سنگ در دولت است. هر چقدر که بحران زیادتر شده بره و جنگ شدیدتر شده بره، فقط به وجود منفعت اشخاص هستند که در جنگ هستند. اما حل کردن بحران و رسیدن به یک توافق صلح به نفع دولت افغانستان نه، به نفع ملت افغانستان است، به نفع نظام است، اما به نفع یک چند شخصی که در بزرگای نظام وجود دارن نمی باشه. بله جلال صاحب، ډېری کسان د قدرت خلاص څخه ډار لري، بیر لري، وایي چې ممکن تیر تاریخ تکرار سي یا تیر تجربه تکرار سي په هیواد کې د قدرت خلا رامنځته سي. تازم په همدې باور یاست دا ویره یا دا ډار پر ځای دی؟ ما فکر نکنم. فعلا تمام جامعه جهانی و همسایه های افغانستان، همه مردم افغانستان، دنیا توجه خاص به افغانستان داره. اگر در یک پروسه سیاسی که حمایت جامعه بین المللی داشته باشه و حمایت سیاسی افغانستان داشته باشه که در او اردوی افغانستان و پلیس افغانستان حفظ باشه، ما فکر نکنم که مشکلات دی باشه که یک چند نفر، یعنی یک 50 نفر یا 100 نفر، یک چند نفر که از بالای نظام پس میشن تاثیر نمیکنه بالای یک نظام کامل و اگر یک سیستم منظم شود. بله، او د طالبان لخوا څخه دغه نیوکه پر دوی باندې کیږي چې که دوی رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي، د سولې غوښتونکي او یو موقته اداره د حل لاره بولي، نو مخکې تر مخکې باید غوربند اعلان کړي. کله چې غوربند اعلان شو په هیواد کې یو ډول نسبي سوله تامین سوله، تر هغه وروسته به مذاکرات په ارامه فضا کې ترسره سي. دواړه لوري به پر دې باندې هوکړه سره وکړي چې یو موقته اداره رامنځته سي، یو موقت مشر رامنځته سي، ورسته تر هغه بیا انتخابات ته زمینه مساعده سي. فکر نه کوي طالبانو په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه ډول اقدام نه دی کړی؟ غوربند ته یې غاړه نه دی ایښی، جګړه یې زیاته کړې ده، د ښارونو تر دروازو پورې رسېدلې دي. آن یو شمېر ولایتونه لکه بادغیسې چې یو څو ساعتونو لپاره سکوت کوي، دا د دې ښکارندوی کوي چې لکه څنګه چې لازمه وه هغه ډول یې غاړه نه ده ورته ایښی. که څنګه من فکر کنم که طالبا هم به نتیجه رسیده، جامعه بین‌المللی هم به نتیجه رسیده که سقوط ولسوالی ها و سقوط کابل و سقوط یعنی یک حل برای تشکیل یک حکومت آینده که در افغانستان امنیت بر نیست. یگانه راه حلی که ما شما میبینیم که مذاکرات نتیجه بده و مذاکرات نتیجه نمیده تا وقتی که دولت افغانستان اعلان نکنه که آماده تشکیل یک حکومت موقت که بی‌طرف به ریاست یک کس بی‌طرف باشن نیستن. تا وقتی که دولت افغانستان آمادگی به این نداشته باشن، معنای زیمه تک دولت افغانستان آمادی صلح نیستن. یکی دو، همچنان طالبان همچنان باید آمادی تشکیل حکومت همشمول موقت باشن و آتش بست میتونن که مربوط بسازن به تشکیل حکومت همشمول بی‌طرف. اما ما تا جایی که میبینیم که جناب رئیس جمهور و بزرگای دولت افغانستان قطعا آماده تشکیل حکومت همشمول بی‌طرف نیستن، پس از این خاطر ما شما دیدن نمیتونیم یک صلح با عزت و یک صلح که در او همه مردم افغانستان اتفاق کنه بدون از اینکه
هر دو طرف به می نتیجه برسه. بله، یعنی ستاسو له خبرو څخه دا ډول څرګندیږي چې د موقت حکومت پر وړاندې یا د سولې د تامین کیدلو پر وړاندې یوازنی خنډ افغان حکومت دی. په داسې حال کې چې امریکا هم د موقت حکومت غوښتنه کوي او وایي چې یو موقت حکومت په افغانستان کې رامنځته سي او دا یې د حل لاره ده، بیا ولې پر ځای د دې چې پر افغان حکومت باندې فشار راوړي د افغان حکومت د جګړې ملاتړ ته وردانګیا وایي چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې څنګ په څنګ ولاړ یو، آن هوایي بریدونه به کوو، هغه که د داخل څخه یي او که له بهر څخه یي. فکر نه کوي چې دغه بریدونه کولې پر ځای د دې چې پر افغان حکومت باندې فشار راوړي دا د دې ښکارندویي کوي چې امریکا په افغانستان کې د رښتینې سولې غوښتونکې نه ده او دغه ډول حالت غواړي لکه دا اوس چې دوام لري. من فکر کنم که بله، شما سه میگن که سیگنال های غلط، شاید دولت افغانستان شاید از این سیگنال های غلط میگیره، که متاسفانه که فعلا به وضع دی که دولت افغانستان توجه خاص به صلح کنه و برای جمع وحدت ملی کنه، ما مشکلات های خود فعلا بالای همسایه های افغانستان انداختیم و کوشش میکنیم که همسایه های افغانستان در جنگ داخلی افغانستان ما مشارکت بتیم. یکی دو، دولت دی مشغول است که چطور ملیشا سازی کنه و ما دیدیم که بعد 20 سال گذشته چقدر ملت افغانستان از ملیشا سازی رنج برده و ما میبینیم که مدیریت جنگ و مدیریت صلح در هر دو حالت متاسفانه که دولت افغانستان نتونسته به طور مناسب این مدیریت کنه. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان به عوض دی که توجه کنه به ملیشا سازی و توجه کنه به اینکه چطور همسایه های افغانستان در جنگ داخل کنه و چطور یک از مملکت های دو مملکت ها را متهم بسازه به مشکلات افغانستان، به عوض از این توجه خاص شود که رابط افغانستان با همسایه های افغانستان دوباره پس سری شود و توجه خاص به صلح شود و صلح با عزت که دو نه دولت برنده باشه نه طالب برنده باشه بلکه یگانه کسی که برنده باشه ملت افغانستان برنده باشه. جلال صاحب، بیا بیا مو د افغان حکومت یادونه وکړل چې د موقت حکومت پر وړاندې خندې، فکر کوي چې ټوله کابینه د افغان حکومت ټول چارواکي او که یو څو مشخص کسان د موقت حکومت پر وړاندې خند دی او نه غواړي؟ ما شما میبینیم که طبعا حکومت فعلی افغانستان یک ائتلاف حکومتی است و یک تعداد زیادی از اعضای دولت افغانستان آماده تشکیل یک حکومت انتقالی هستند و آماده دی هستند که حمایت کنند از یک پروسه صلح واقعی، اما یک تعداد دیگره که اونا در خطر خود در وجود یک حکومت موقت میبینند اونا بر ضد پروسه صلح هستن و ما خواهش میکنم خوش ندارم که نام بگذارم. بله، دلتا پشتانه داده کله چی اکثریت افغان ولس موقت حکومت غواړي، افغان سیاستوال موقت حکومت غواړي، افغان چارواکي اکثریت چې تاسو وایاست چې په حکومت کې دننه موقت حکومت غواړي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه موقت حکومت غواړي، امریکا موقت حکومت غواړي، اروپایي هیوادونه موقت حکومت غواړي، آن طالبان ستاسو په وینا باندې موقت حکومت غواړي، بیا دا یو مشخصه کوچنۍ ککړۍ څنګه توانېدلی شي چې د دې ټولو پر وړاندې ودرېږي او ورسره وی نه مني چې موږ موقت حکومت ته غاړه کښېږدو؟ څه فکر کوي د چا ملاتړ ورسره دی؟ ولې دغه ټول لوري نسي توانېدلی چې دغه یو کوچنکه مشخصه کړۍ دې ته راضي کړي چې هغه موقت حکومت ومني؟ صحیح است که ما شما میگیم که اقتداد کوچک، اما اقتداد کوچک با صلاحیت و کل صلاحیت دولت پیش از اینا هستن و اما یک گپ بسیار خوبه که شده با وجود دی که دولت افغانستان بسیار کوشش کرده که مملکت های منطقه را، روسیه را، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان اینا را داخل کنده این پروسه، اما همه این مملکت ها فعلا تابال اختیار کرده که بی‌طرف باشند در مسائل جنگ افغانستان و حمایت از دولت افغانستان کار نکردند و این خودش یک پیشروی برای پروسه صلح است. امی که در روم کنفرانس میشه و همه جامعه جهانی علنا اعلام میکنه که ما قبول داریم یک حکومت موقت، این خودش ناکامی دولت افغانستان در پروسه سیاسی خودش میده و نشان میده که مردم افغانستان و او کسایی که در دولت افغانستان از پروسه صلح حمایت میکنن این یک موفقیت بازونا هستند و ما امیدوار هستیم ان شاءالله که بزرگترین فرصت جامعه جهانی فشارهای اضافه‌تر را بالای هر دو طرف، هم بالای طالبان و هم بالای دولت افغانستان بیارن تا که راضی شوند به مذاکرات جدی که تشکیل یک حکومت صلح همه شمول برسه. بله، ساس بوار بندی حل لار څه ده د دې لپاره له دې برهان څخه وزو او افغان حکومت یا دغه مشخصه کړي چې د موقت حکومت پر وړاندې خنډ دی، د همدې ته راضي چې موقت حکومت رامنځته، څه باید وشي؟
اولا باید سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان با یک صدای واحد در مقابل کسانی که بر ضد پروسه صلح هستند و برای ضد تشکیل یک حکومت همشمول بی‌طرف هستند باید استادگی کنند. دوم، همسایه های افغانستان باید در جنگ داخلی افغانستان اشتراک نکنند و بی‌طرفانه حمایت از پروسه صلح و از تشکیل یک حکومت همشمول بی‌طرف کنند. و همچنان امریکا و ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی کمک های اقتصادی افغانستان باید مربوط بسازند به پیشرفت در پروسه صلح. دولت افغانستان نمیتونه که پیش بره تا که بودجه خود از مملکت های دنیا نگیره. و ربط کمک های اقتصادی افغانستان با پیشبرد پروسه صلح و تشکیل یک حکومت همشمول، من متأکد هستم که فشار بسیار زیاد بالای دولت افغانستان برای رسیدن به یک صلح با عزت ان شاء الله میرسه. او کچیری امریکا دا څونه غواړي لکه تاسو چې ویلې چې دا مرستې چې کوي اقتصادي مرستې دا دی په دې مشروط کې تر څو د سولې پروسه بریالۍ سي او سوله په افغانستان کې تامین شي. که دا څه امریکا ونه غواړي بیا الله رسې څه باید وسي؟ من فکر کنم که یعنی طبعا ما شما در 20 سال میبینیم که جنگ است و متاسفانه که اگر فشارهای مناسب بالای هر دو طرف نبیاید و همسایه های افغانستان به طور جدی در پروسه صلح افغانستان اشتراک نکنند و دوری کنند از یعنی از کمک های مثلا همکاری کنند با دولت در یا در با میلیشیا سازی، خدای نخواسته افغانستان مثل سوریه مثل لیبیا وره به یک جنگ درازمدت خونین دوم شاید ما بریم. و ما امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهور و بزرگای دولت افغانستان و سیاستمدار افغانستان درک کنند که در این جنگ فقط جوانای افغانستان، جوانای اردو، مردم بیچاره، مردم بی‌طرف و حتی جوانای طالب که اونا هم افغانستان کشته میشن. و ما و شما باید درک کنیم که بردن افغانستان و به یک سوریه دوم یا به یک لیبیای دوم به ضرر افغانستان است و به ضرر ملت افغانستان است و فقط و فقط یک چند نفری که در کادر سیاسی که در دولت است از این معامله شاید بهره برداری کنه. بله جلال صاحب، وقت مدیر زیاد کم دی و سنوی حالات ته پکتلو سره ساسی وران دوینه و پیش بینی چاده راتلنک تصا پیش دلی سی چا ممکن دی؟ ما همیشه امید دارم که انشاءالله که به صلح می رسیم. امی که جامعه جهانی کلش فعلا با شمول همسایه های افغانستان برای اولین بار است که در تاریخ 20 سال افغانستان قناعت کرده که یک حکومت همشمول بی‌طرف بیاید، ما امیدوار هستیم که فشارها از داخل و فشارهای از سیاسیون و فشارهای جنگ و سیاسی و خارجی انشاءالله ما شما را به یک صلح با عزت انشاءالله میرسانند و هر دو طرف قانع میشن که در آخر تنازل کنن و از خود گذری کنن. ډیر زیات مننه کوم جلال صاحب، کور مودان چې زمر سره مو په بحث کې برخه واخیستل. د کابل نیوز د ډیالوګ پرونی قدرمن لیدونکو د نن لپاره مو ډیالوګ هم دومره